چون که ذات و قلبت پیش آخوند گیر هست، حتی اگه یه پرچم شیر و خورشیدم اون بالا بزنی، حتی اگه جاوید شاه هم بگی، حتی اینا این نمایش ها رو بازی کن، اون قلب لامصب پیش امام راحل گیر هست، پیش اون جمهوری جنایتکار اسلامی گیر هست، نمیتونی دیگه ذاتن نمیتونی تغییر کنی. ولی اون افرادی که نفرت دارن از این حکومت، افرادی که از این وضعیت به وجود آمده نفرت دارن، از این فساد و بدبختی و تباهی نفرت دارن، به هیچ وجه این حرف ها رو نمیزنند. موافق حمله نظامی و اینها نیستن، ولی هیچ موقع هم حاضر نمیشن برن برای آخوند بجنگن. کی باید برای آخوند بجنگه؟ همین ولد و زناهاشون که تو این کانادا و آمریکا و این بچه آخوندها و خود آخوندها، همه اینا صف اول جنگ شد، اینا رو با چوب باید فرستاد صف اول، بگید شما اول برید بجنگید، 40 سال خوردید بردید، مردم رو آزار دادید، حالا برید بجنگید، با هر جا جنگه برید اول شماها بجنگید. میاسی نوشته که عزیز دلم حرف حساب تو چیه؟ تو مگه ایرانی نیستی؟ نه، تو ایرانی هستی. چرا دوست داری آمریکا به ایران حمله کنه؟ بیش از چند هزار ساعت برنامه زنده داشتیم، بیش از در سال گذشته 3 میلیون نفر هم بیننده داشتیم. کجا من دوست داشتم آمریکا به ایران حمله کنه؟ یه قسمتش رو پیدا کنید نشون من بدید. ما فقط یه صحبت رو کردیم، گفتیم اگر جنگ شد ما برای جمهوری اسلامی نمی جنگیم. افرادی هم که گفتن می جنگیم الان قایم شدن تو این سوراخ ها، مثل این نادان و اون توف و اون یکی و اون. ما حرفمون این بوده، چرا دوست داری آمریکا به ایران حمله کنه؟ حرف حساب تو چی؟ حرف حسابم چی؟ حرف حسابم اینه که آخوند اول صف، بچه آخوند پشترش، این انگلزاده ها و اینایی که لاشخوری کردن و اینهایی که ثروت مستضعفین و مظلومین رو خوردن و به جای رسه، همه اینا صف اول، چون 40 سال خوردن باید برن صف اول اینها بجنگن. حرف حسابم اینه. خب چرا دوست داری آمریکا تحریم های بیشتری را بر ایران اعمال کنه؟ اول ایران که نه، جمهوری اسلامی. دوم تحریم هم یه تحریم ما میخواییم، تحریم های بیشتر نمیخواییم. یک تحریمون هم تحریم 100% نفت هست که اینها پول لازم برای سرکوب مردم نداشته باشن. پولی که تو جیب مردم نمیره چه فایده داره؟ تحریم نفت، اون پول نفتی که به درد ملت ایران نخوره، بود و نبودش فرق نداره، حداقل بذارید این چاه ها پلم بشه، فردا که یک دولت ملی اومد رأس کار بتونن استفاده کنن، آیندگان ما بتونن استفاده کنن. این به نفع ملت ماست، به ضرر ملت ما نیست. چرا اینقدر بی غیرت هستی؟ قربون تو برم که با غیرت هستی. چرا اینقدر وطن فروش هستی؟ کجای وطن رو ما فروختیم؟ یکی اینا مثلا دیدید این بسیجی ها خودشون زیرخواب آخوندها و تمام زیرخواب توسی ها و نمیدونم دلاراز شوها برای آخوند و توف خمینی خورها و قدیما قند میبردن میدادن خمینی توف کنه روش بخورن که شفا پیدا کنن. حالا اینا اومدن به ما میگن وطن فروش. کجای وطن ما فروختیم؟ اون تیکش رو مشخص کنید که ما فروخته باشیم. وطن رو که آخوند ولد زنا دو دستی تقدیم روسیه و چین و انگلستان و هر جایی کرده، دریای خزر رو که به این داده، دریای خلیج فارس رو که به چین داده، اونو که به روسیه داده، اونو که به هند فروخته. کجا رو ما فروختیم دقیقا؟ مهدی میرقادری و دوستان ملیگرایان مردمگرا یارانش کجا رو فروختن؟ اون تیکهی که فروختن رو بیا مشخص کن ببینیم ما کجا رو فروختیم. من حاضرم 100 آمریکایی بترکه، اما خون از دماغ هموطن عزیزمون نیاد. شرف داشته باشید. من حاضر نیستم هیچکی بتره که، نه آمریکاییش بتره که، نه هموطن عزیزمون بتره که. فقط یه چیز رو خیلی خوب حاضرم، حاضرم جنگ اگر شد آخوند رو بفرستم صف اول به جنگ دیگه، مثل زمان شاه سلطان حسین صفوی نیست که آخوندا بشینن اون گوشه، محمود افغان بیاد شهر رو بگیره، بعد نادرشاه که اومد
افغان ها رو بیرون کرد، آخوندها رو به صف کرد، گفت چه میکنی؟ گفتم ما دعا میکردیم. نه، به دعا احتیاج نیست، باید برن بجنگن. من فقط همین رو میخوام، چیز زیادی هم نیست. مگه نمیگن ما آخوند علف چین یادتون هست یا نه، امامش رو برداشتیم، ما این هستیم و ما از ناموس ایرانی دفاع. خب همه تون برید بجنگید دیگه، الان جنگ شده، علی یارتون، پاشید پاشید. رو زمین نشستن که فایده نداره، بلند شید. اون آقازاده و اون انگلزاده هایی که مردم رو غارت کردن، مال مردم رو خوردن، اینا برای چی نمیرن به جنگ؟ فقط لاکچری بازی و نمیدونم بچه پولدارها و یه شمال تهران و نمیدونم از این چرت و پرتاش برای ملت هست. الان موقع جنگه، پدران دزد شما هم این مملکت رو غارت کردن، موقعش هست که برید بلند شید از این شمال شهر تهران، بقیه جاها بلند شید برید بجنگید، از این کانادا و تورنتو و نمیدونم ونکوور و این شهرهایی که لونه کردی تو این لس آنجلس، اون تپه های وبلیو هیلز، تو اون اسپانیا، تو همین آنتالیای ترکیه، اینها بلند شید همگی بشتابید برید بجنگید.